اعمال ولایت همیشه مستقیم نیست، بلکه گاهی غیر مستقیم است توسط ولات امری که از طرف امام تعیین میشن. ولذا در زمان حضرت علی علیه السلام همه ولات، حکام، قضات، امراء جیش مطمئنن همه اینا فقیه نبودن. از نظر علمی در حد استنباط و حد فقیه نبودن. در این حال اطاعت امرشون واجب بود. به چه دلیل واجب بود؟ یکی از ادلهش این بود که اینها منصوب من قبل ولی امر بودن، یعنی از طرف ولی امر منصوب شدن. اینجا رئیس جمهور از طرفی ابلاغش رو از امام میگیره و از طرفی مردم رأی دادن، تا اون پذیرش مردمی و اون بعد قبول مردمیش هم درست شده باشه. این مثلا بعد میایم به سراغ نخست وزیر. نخست وزیر رو اولا جهت مردمیش این هست که میدونید نخست وزیر رو رئیس جمهور پیشنهاد میده به مجلس و مجلس رأی اعتماد میده و بعد رئیس جمهور ابلاغ میده. اینجا همون مالک اشتری که بعد در درون مصر میاد و مثلا یه قاضی تعیین میکنه، یه بخشدار تعیین میکنه، یک فرمانده تعیین میکنه. اونجا دیگه همه ابلاغ ها مستقیما حضرت علی صادر نکرده، بلکه بسیاری از ابلاغ ها را مالک اشتر تعیین کرده، داده صادر کرده. و در فرون شهر مصر هم باز اون والی که از طرف مالک اشتر رفته، او باز یک عده افراد رو تعیین میکنه و اون افراد ابلاغاشون از طرف اون فرماندار میگیرن. پس اینجا نخست وزیر از طرف رئیس جمهور پیشنهاد میشه، بعد هم آخر دفعه باید ابلاغ بنویسه. پس این میشه اون جنبه منصوب کردن و ولایت امرش. از طرفی نمایندگان مردم رأی میدن. نمایندگان مردم کیان؟ نماینده مردم هم دیگه. چون اگر ما بخوایم برای هر کارمون مستقیم به کل مردم مراجعه بکنیم، اصلا نظام ادارش مشکل. ولذا مردم میان نماینده انتخاب میکنن که اینا در جنبه های قانونگذاری و در جنبه همین مسئله هیئت وزیران و نخست وزیر از طرف مردم اختیار داشته باشن. پس این 270 نفری که اونجا نشستن در واقع مردمند که دارن رأی میدن، و وقتی اونا رأی میدن پس مردم، اون جنبه مردمی حکومت درست شده، جنبه ولایت امری الهی حکومت هم از طریق رئیس جمهوری که از قبل ولایت امر ابلاغ دارد مسئلهش حل میشه. اینجا اصل ششم رو من باید بخونم برای برادران، چون من لازم میدونستم این تحلیل رو ما در قانون اساسی بکنیم، ببینیم که آیا مسئله امامت تا چه اندازه توی قانون اساسی رعایت شده، تا اون پایین تا اون آخر. اصل ششم هست: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضاء شوراها و نظائر آن. اینجا مسئله رأی مردم رو تو کار آوردن و این که میبینیم امور باید از طریق رأی مردم انتخاب بشه، این همون کلمه بیعتی است که روش تکیه کردم و همون جهت عینیت یافتن ولایت امره که باید یک بعدش هم مردمند، و اگر مردم نپذیرند و رأی ندن مسئله درست نمیشه. یک اصل. یک اصل هم در اصل 56 هست که اونجا هم باز مردم تو کار میان. حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خیش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد، و ملت این حق خداداد را از طریقی که در اصول بعد میاد اعمال میکند. ببینید اینجا
گفته شده است خدا انسان را بر سرنوشت خود حاکم کرده است، پس برای انسان حق حاکمیت بر خودش قرار داده شده و این حاکمیت خودش رو از طریق رأی دادن و از طرق مختلف اعمال میکنه. چون اگر بخواد هر فردی خودش ولی یه امر خودش هم باشه که درست نمیشه. پس اون میزان حقی که خدا به انسان داده برای اداره امر، برای اینکه سرنوشت خودشو به دست بگیره، چطوری اعمال میکنه؟ از طریق انتخاب کردنا و از طریق رأی دادنها. این هم این بود قضیه. عرض میشود که در مورد وزرا، معذرت میخوام اینجا باز من اینجا بگم، ها اصل 87 و اصل 89 رو بخونیم. اصل 87 میگه که هیئت وزیران پس از تشکیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند. بعد اصل 89 هم نمایندگان مجلس میتوانند در مواردی که لازم بدانند هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند تا آخر. ببینید نخست وزیر رو گفتیم به اون ترتیب ارتباطش با ولی امر درست میشه. بعد وزرا رو کی تعیین میکنه؟ وزرا رو نخست وزیر عرض میشود که پیشنهاد میده، رئیس جمهور تایید میکنه، تصویب میکنه، بعد به مجلس میدن برای اینکه مجلس رأی اعتماد بده. اینجا میبینید که دقیقاً وزیر یک شبکه ارتباطی خاصی از طرفی با ولی امر داره از طریق رئیس جمهور و هم از طریق نخست وزیر با یه واسطه، و از طرفی ارتباط داره با مردم از طریق مجلس. یعنی مردم به وسیله نمایندگانشون باید وزیر رو بپذیرن و ولی امر هم از طریق رئیس جمهور و با واسطه از طریق نخست وزیر وزیر رو تعیین میکنه، و در این حال همون مردم حق استیضاح دارن، حق عزل دارن، و خود نخست وزیر باز همینطور وقتی که بعضی از وزراشو دید که مثلا صلاحیت ندارن میتوانه پیشنهاد بده به مجلس برای مثلا فرض کنید عزلش یا رأی اعتماد دادن مجدد مجلس بیم. بنابراین این باز شبکه ارتباطی ولایتی امر باز باقی است. نکته ای که باز تذکرش در همین زمینه لازم است اینه که مقداری از حق حکومت بر مردم از طرف خود مردمه، مال خود مردمه. شما ببینید در مورد اموالی که دارید یه حق تصرف دارید، کتابی دارید، خونه ای دارید، زندگی دارید، حق تصرف دارید، اعمال ولایت دارید. نیست؟ یعنی شما می توانید این خونه رو بفروشید، خونه رو اجاره بدید، خونه رو ببخشید، اعمال ولایت. در مورد یه خورده از مال بیاییم بالاتر، در مورد فرزندان صغیر، پدر یا مادر نوعی ولایت دارن. ولایت شما حق دارید مثلا فرض کنید در مورد بچه تو یک دستوری بدید، در مال بچه وقتی به مصلحت بچه باشه تصرفی بکنید و مدرسه معینی بفرستید و بسیاری مسائل که پدر در حوزه ولایت خودش داره اعمال ولایت کنه. در محیط خانواده یک نوع اعمال ولایت وجود داره، درست؟ یه خورده بالاتر که بیاییم هر انسانی گذشته از ولایت شخصی نسبت به اموال خودش و گذشته از ولایت اجتماعی نسبت به محیط خانوادگی خودش
که از توش اطاعت پدر و مادر میاد، تو خودش یه بحثیست که کجا اطاعت پدر و مادر لازم است کجا نیست، همون در حوزه ولایتی اسلامیست، یعنی اونجا که ولایت بهش دادند وجوب اطاعت هم هست، اونجا که ولایت ندادن وجوب اطاعت لازم نیست، یه بحث مستقل نیست. از این دو مرحله میایم بالاتر، یکی انسان در محیط اجتماعی هم نوعی حق ولایت داره، نوعی حق ولایت داره، مخصوصا به لحاظ این که مسائل جامعه ارتباط داره با شخص او و دودش به چشم او میره و خیرش به جیب او میره. یعنی اگر چنون چه مثلا فرض کنید امروز ما صلح کردیم یا جنگ کردیم، امروز این قرارداد رو بستیم یا قرارداد رو لغو کردیم، فقط جامعه در کل نیست که ازش بهره‌مند میشه، من فرد هم بهره‌مند میشم یا ضرر میکنم. اگر یک نخست وزیر خاصی بود یا نخست وزیر دیگری بود، این فقط کل نظام مطرح نیست که یا بهره‌مند میشه یا متضرر میشه، بلکه من فرد هم از وجود چنین حاکمی و چنین ولیی استفاده میکنم یا ضرر میکنم. پس به دلیل این که کل نظام، کل حاکمیت اجتماعی تأثیر دارد در منافع و سرنوشت فرد فرد ما، پس فرد فرد ما نوعی حق نسبت به این حاکمیت داریم، نسبت به این حکومت داریم، نوعی حق داریم. و لذا اینجا مسئله صرفاً ولایت امر، ولایت تحمیلی از طرف خدا جدای از جامعه نیست که ما بگوییم که خدا از اون بالا فرمان میدهد که فلان کس باید ولی شما باشه. اولا باید این ولی منافع و مصالح منو اجرا بکنه، نه علیه فرد اعمال ولایت بکنه. ولذا اگر چنانچه ولی امر اقدامی علیه مصالح امت کرد، ولایتش متزلزل میشه، ولایتش متزلزل میشه. کار به امام معصوم نداریم، کار به پیغمبر نداریم، اونجا یه بحث دیگه است. اونجا هم خود خدا میفرماید، عرض میشود که الان آیش حضور ذهن ندارم، که لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا اذن لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، که اگر چنون چیه کمی متمایل به دشمن بشی و بخوای با اونا بسازی، خلاصه دمار از روزگارت در میر. تهدیدهای خیلی تند خدا پیغمبرشو میکنه که فکر نکنی حالا که ما تو رو پیغمبر کردیم و ولایت دادیم بر کافه مردم مسئله تمام شده است و شما دیگه هر چی خواستی انجام میدی. نه، دقیقاً حتی به پیغمبر هم خطاب میکنه که اگر چنون چه تو منحرف بشی یا از فرمان الهی کج بری، ساقط خواهی شد. این یک مجموعه آیاتی است که انشاءالله شماره آیات رو بعد میدم که در اون متن بنویسن. مجموعه آیات بسیار جالبی هست که ولایت، ولایت تضمین شده همیشگی نیست، ولایت معلقی است و مشروطی است، مشروط به حفظ مصالح مسلمین، حفظ حدود الهی و حفظ صلاحیت شخصی. ولذا به مجردی که ولی امر اون صلاحیت شخصیشو از دست داد یا برخلاف مصالح مسلمین خواست اقدام بکنه، ساقط میشه. ولذا رئیس جمهور هم که مرحله درجه دوی ولایت امره، به مجرد اون که برخلاف مصالح اسلامی یا برخلاف اصول خواست عمل بکنه، مجلسی هست که تخلف سیاسیشو تشخیص میده و عزلش میکنه،
و دیوان عالی کشوری است که تخلف‌ها و گناهان و خطاهاشو بررسی میکنه و تشخیص میده که تخلف کرده و معذورش میده. بعد امام امت هم که اول ابلاغ رو داده فوری ابلاغ رو پس میگیره و عزل. بنابراین ولایت امر منوط هست به این که اون مردمی بودن، اون در خدمت مردم بودن و برای حفظ منافع و مصالح مردم اقدام کردن و خدایی بودن، یعنی اطاعت از امر خدا کردن حفظ بشه. ولذا بعضی سوال میکنند اگر چنون یک استنداری این خلاف دستور داد، آیا بر مردم واجبه که اطاعت بکنند یا نه؟ اینجا جوابش این هست که اگر چنون چه واقعا یه وزیر، یک نخست وزیر، یه مدیر و کل امر به معصیت، امر به غیر حکم الله، فرمان داد به چیزی که حکم خدا نیست و خلاف حکم خداست، نه تنها واجب نیست آدم اطاعتش بکنه، بلکه واجب است که معصیتش بکنه و واجب است که علیه او اقدام بکنه. کسی که یأمر علی خلاف حکم الله و یقدم علی خلاف حکم الله. منتها اینجا مسئله است و او اینه، آیا فرد فرد باید این مسئله رو تشخیص بدم؟ هرج و مرج لازم میاد. هر یه فردی توی وزارت خونه، هر کارمندی بگه آقا بنده تشخیص میدم که این دستوری که آقای وزیر داده این خلاف شرعه، پس بنده که اطاعت نمی کنم. فردا هم یکی دیگه میگه این ابلاغ دیگری که داده، اون فرمان دیگری که داده، اون پینوشت دیگری که کرده، بنده تشخیص میدم اینم خلافه، پس منم نمی کنم. این چی میشه؟ نظام اصلا گسیخته میشه. بله، اصل شما قبول داریم که جایز نیست اطاعت از ولی اولیاء امور و مسئولان امر در امر خلاف شرع، ولی تشخیص خلاف شرع کردن بودن، این رو دیگه فرد فرد اگر بخوام اختیارش بدیم به دست فرد فرد، هرج و مرج لازم میاد. اینجا بازم باید دیگه یک مقامی باشه که این مسئله رو تشخیص بده. این یک. و بعد صلاحیت باید حفظ بشه تا ولایت اعمال بشه. اگر صلاحیت نبود، یعنی شما عقیدتونی هست که این آقای وزیر دیگه صلاحیت نداره که در رده ولایت امر قرار بگیره، یا این قاضی دادگاه رو شما تشخیص میدید که این دیگه صلاحیت قضاوت نداره ولو منصوب از طرف ولی امر بوده، اینجا اگر تشخیص جامعه است و تشخیص مقامات ذی صلاح برای تشخیص، که این به سرعت بایستی از اون پست برداشته بشه و معزوله. اما اگر چنون چه باز بخوایم این مسئله رو به عهده فرد فرد بذاریم، اون وقت نظام از هم گسیخته میشه. باز همونطور که عرض کردم، همونطور که در مورد دستورها نمیشود فرد فرد قضاوت شخصی بکنه، در مورد صلاحیت ها هم فرد فرد نمیتونه به اصطلاح اعمال نظر شخصی بکنه. میتونه نظر بده اما نمیتونه بر اثر نظرش عمل بکنه. ولذا اگر در مورد وزرا، در مورد مدیران و کل، مردم احساس میکنن که اینا خائنن یا ناصالحن، البته وظیفه دارن اعتراض کنن، انتقاد کنن، بگن و افشا کنن مواردی که واقعا نمیشه جلو منکر رو گرفت مگر با افشا کردن. گاهی با تذکر میشه، گاهی با نصیحت میشه، گاهی با گزارش به مسئولان بالاتر میشه، گاهی نه با اینام نمیشه. خب لازم است که انتقادها دست جمعی باشه، حتی گاهی مقاومتهای دست جمعی شروع بشه، برای اینکه اون طرفی که ناصالحه معزول بشه. مثل قضیه رئیس جمهوری دیگه، یعنی به تدریج شروع شد این مسئله مقاومت مردم، افشاگری ها، گفتن مساله و مسائل، تا وقتی که اون مقام مسئول که مجلس بود آمد
کار خودشو انجام داد و بعد ولی امر هم عزل کرد. در مورد مسئولان امر هم همینطور. ولذا این درست دقت بفرمایید، ولایت امر در همه رده ها و فرمان دادن در همه رده ها اولا به شرط حفظ صلاحیت های شخصی است و به شرط اون که امرها و فرمانها در حوزه مشروعش باشه و قانونش باشه. همینجا یه تذکرم بدم، گاهی یه فرمانی رو یک ولی امری یعنی یک والی میده، ممکنه مشروع هم باشه ولی از حوزه اختیارات خودش خارج باشه، اینم اطاعتش لازم نیست، واجب نیست. یعنی آقای رئیس جمهوری است که او حق دخالت در فلان مسئله رو نداشته، میاد دخالت میکنه، میاد کسی رو منصوب میکنه، میاد یک دستوری میده، ابلاغی میده. هیچ کس حق اطاعت از این طور چیزی نداره، چون این از حوزه اختیاراتش خارج بوده. درست؟ عیناً مثل این است که یک کسی رو شما والی کردید برای فلان استان، این میاد در امر استان دیگری دخالت میکنه، هر چی بخواد ابلاغ بده و بخشنامه بکنه برای استاندار مثلا فرض کنید گیلان، برای استان مازندران، بخشنامه هاش قابل اطاعت نیست، دستوراش قابل اجرا نیست. یا یه قاضی که برای حوزه خاصی برای قضاوت منصوب شده یه جای دیگه بخواد دخالت بکنه، این اطاعت امرش واجب نیست. پس اطاعت امر در خارج از حوزه نفوذ واجب نیست، اطاعت امر در امر خلاف قانون و خلاف شرع جایز نیست و واجب نیست، اطاعت امر از ولیی که صلاحیت های ولایتیش ازش سلب بشه واجب نیست، بلکه گاهی جایز نیست. اما تشخیص صلاحیت و عدم صلاحیت، تشخیص این که این دستور قانونی هست یا قانونی نیست، این نمیشه ولش کرد به عهده جامعه. حتی قوانینی که مجلس میگذراند یه شورای نگهبانی تعیین میشه تا این موافق بودن و مخالف بودنشو تشخیص بده. نمیگن فرض کنید به عهده خود مردم باشه یا حتی به عهده مجتهدین باشه، هر مجتهدی که در هر جا هست بیاد روی قوانین مجلس نظر بده و بگه آقا این قانون خلافه، اون قانون درسته، و چون من تشخیص دادم که خلافه من اطاعت نمی کنم، حق نداره. این هم از مسائلی است که ما تو نظام لازمه روش کار کنیم ها. برای مجلسی که اون مجلس ارتباطش با ولایت امر مسلمه و حوزه قانون گذاریش حوزه مشروعه و مجازه، تخلف از این قوانین برای هیچ کس، حتی کسانی که خودشون قانون گذارن یعنی مجتهد هستن و میتونن تشخیص قانون بدن، جایز نیست. و یه عده معین مجتهد که 6 نفر مثلا هستن از فقهای شورای نگهبان، اونا منصوب از طرف ولی امر، والا هرج و مرج میشد که بگیم خب حالا یه جوری بیان 6 نفر بیان، هرج و مرج میشد، بایستی ولی امر تعیینشون بکنه و تشخیص اونا بدن و قضاوت اونا بکنه. و اگر چنانچه تخلف شد از این قضاوت و از این تشخیص، اون وقت دیگه عرض می شود، یعنی اگر چنانچه کسی دیگری در خارج از این حوزه خواست اعمال نظر بکنه و بعد تخلف اطاعتی بکنه، حالا اشکال نداره، ممکن است مثلا یک آقای مجتهدی، حتی غیر مجتهدی، ممکن است درباره یکی از قوانین مجلس یه نظری بده، بگه آه به نظر من این قانون مجلس این اشکالاتو داره، اینو حق داره اظهار نظر بکنه، ولی حق نداره اطاعت نکنه. اطاعت رو در نظام جمهوری اسلامی ملزم هست که بکنه.
حق نداره بگه که چون من شخصا تشخیص میدم که این خلافه، پس من شخصا مخالفت میکنم و همه مقلدین من میگن مخالفت بکنم. نظام جمهوری اسلامی از هم میپاشه، درسته؟ وقتی که ولی امری در کار هست، وقتی امضای رئیس جمهور یا امضای نخست وزیری هست که اونم منصوب از طرف ولی امره، وقتی فقهایی هستن که اونها هم منصوب از طرف ولی امر هستن و خودشون هم فقیهن و صاحب نظرن و مجتهدن و همه این مراحل طی شده است، دیگه نظام تو کار میاد. همون تسبیح که گفتم که اینجا دیگه به هم پیوسته است، یه دونشه بخواید در بیارید مساویس با پاره شدن و از هم گسیختن و متراشی شدن. ولذا حتما برای حوزه ولایت امری لازم است اطاعت از قانون برای همه، حتی مجتهدین دیگر، حتی مراجع دیگر، این اطاعت لازمه و گردن نهادن لازم هست به این مسئله. بله، پس عرض می شود که ما امیدوار هستیم که نظام جمهوری اسلامیمون از طرفی به خاطر در رأس قرار گرفتن ولی امر و از طرفی به خاطر حضور ولایت امر مستقیم و غیر مستقیم در قوای سگانه، که گفتم در قوه مجریش به چه ترتیب؟ در قوه مقننش همون شورای نگهبان، بله، و در قوه قضاییش هم میدونید که هم رئیس دیوان عالی کشور کسی است که هم شرایط ولی امری قاضی رو داره، خودش مجتهد باید باشه و هم منصوب از طرف ولی امره، رئیس دادستان و کل کشور هم خودش باید مجتهد باشه، شرایطش ذاتن باشه و هم منصوب از طرف ولی امر هست. و بعد عرض می شود که شورای عالی قضایی که کل قضای کشور رو اداره می کنه باز شامل چند نفر از قضاتی هست که اونا هم باز منصوب از طرف ولی امرن. پس دقیقا قوه قضاییه ارتباط کامل مستقیم با ولی امر داره و هم خود کسانی که عهده‌دار هستند و در رأسند واجد شرایط ولایت امری قضا هستند، یعنی مجتهدند، و رؤسای دادگاه های دیگهی که بعد باید منصوب بشن و قضاتی که بعد منصوب بشن، اونا از طرف این قاضی ها و این شورای عالی قضایی منصوب میشن. و اگر اون قاضی ها شرایط کامل اجتهاد رو ندارن ولی منصوبن از طرف کسانی که واجد شرایط هستن، پس کل قوه قضایی هم مرتبط است با مسئله ولایت امر و هر سه قوه ما مرتبط هست با ولایت امر. ولذا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت در تمام این حوزه قوای سگانه واجب و همه جا مسئله ولایت امری و کل نظام جمهوری اسلامی نظام امامت و کلش نظام ولایتی است. و السلام علیکم و رحمت الله.